سرخط خبرها. اعتراف وزیر سابق انرژی اسرائیل به جاسوسی برای ایران، گوننسگف با 11 سال زندان مواجه است. دور تازه گفتگوهای آمریکا با طالبان، مذاکراتی که قرار بود امروز آغاز شود یک هفته عقب افتاد. انتشار تصاویر نازنین زاغری هنگام بازداشت. خانواده این شهروند ایرانی بریتانیایی میگویند او قربانی اختلاف سیاسی تهران لندن است. شکل جدید یک بیماری قدیمی، کاربران شبکه‌های اجتماعی از حال خرابشان میگویند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. وزیر انرژی پیشین اسرائیل اتهام جاسوسی برای ایران را پذیرفته. گوننسگف با دادستانی به توافق رسیده که این جرم را بپذیرد تا بابت اتهام خیانت به کشور محاکمه نشود. او متهم است اطلاعاتی درباره مقام‌های اطلاعاتی، بازار انرژی و مکان‌های امنیتی اسرائیل در اختیار ایران قرار داده. پیشتر وزیر اطلاعات ایران همکاری آقای سگف با تهران را تایید کرده بود. بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد. زمانی در جلسات کابینه اسرائیل شرکت می‌کرد، ولی گوننسگف حالا باید بابت جاسوسی برای ایران به زندان برود. دادستانی اسرائیل از همان تابستان که محاکمه آغاز شد به دنبال اشد مجازات بود. پرونده خیلی جدیه، همونطور که از اطلاعات منتشر شده میتونید ببینید. یک وزیر سابق برای یک دولت دشمن جاسوسی میکرده، برای دولتی که سردمدار دولت‌های دشمن اسرائیله. جدیت موضوع رو نمیشه دست کم گرفت. 6 ماه پس از آغاز روند محاکمه، حالا وکلای آقای سگف با دادستانی به توافق رسیدند که با قبول کردن اتهام جاسوسی و حکم 11 سال زندان، اتهام‌های سنگین‌ترش پس گرفته شود. درست است که آقای سگف با ایرانی‌ها تماس داشته، ولی نیتش کمک به دشمن در زمان جنگ، یعنی خیانت نبوده است. به همین خاطر است که این اتهام از دادنامه اصلاح شده حذف شد. در اواسط دهه 90 میلادی که اسحاق رابین و یاسر عرفات بابت توافق اسلو جایزه صلح نوبل را گرفتند، آقای سگف از حزب راستگرایش جدا شد تا نقشی کلیدی در تصویب این توافقنامه‌ها در مجلس اسرائیل بازی کند و برای 1.5 سال وزیر انرژی و امور زیربنایی بود. ولی پس از آن او یک بار به جرم قاچاق قرص‌های روانگردان و یک بار هم به جرم کلاهبرداری محکوم شد. دادستانی میگوید همکاری آقای سگف با مقام‌های ایران از سال 2012 شروع شد، سالها پس از ترک سیاست، وقتی که او به نیجریه مهاجرت کرده بود. گفته شده دو بار هم در 6 سال همکاریش با ایران به این کشور سفر کرده، ولی بهار امسال در هنگام سفر به گینه استوایی او را دستگیر کردند و به اسرائیل تحویل دادند. نظامی هم از نظر سرویس‌های جاسوسی. چندی پس از آغاز محاکمه وزیر اطلاعات ایران با افتخار از به خدمت گرفتن آقای سگف صحبت کرد. الحمدلله بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات یکی از قوی‌ترین بخش‌های وزارت اطلاعات و یکی از قوی‌ترین بخش‌ها در سرویس‌های اطلاعاتی دنیاست. شما چندی پیش شنیدید که از یک سرویس اطلاعاتی قدر و از یک کشوری ما یک فرد عضو کابینه رو عرض خدمتون در اختیار قرار گرفته بود. 55,000 pages. بر کسی پوشیده نیست که دستگاه‌های اطلاعاتی ایران و اسرائیل سال‌هاست به جنگی مخفیانه ولی شدید مشغولند. نبردی که گاهی پیروزی‌هایش با افتخار به نمایش گذاشته می‌شود و گاه مانند استاکسنت بارها و بارها انکار می‌شود. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. مهیر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتسلیا از تل آویو با ماست. آقای جاودانفر، در اسرائیل چطور به این پرونده نگاه میشه؟ چقدر غیرمنتظره بوده اینکه یک وزیر پیشین اسرائیلی برای ایران جاسوسی کرده باشه؟ واقعا غیر مترقبه بوده و بی‌نظیر بوده که یک وزیر اسبق اسرائیل بیاد جاسوسی بکنه برای حکومتی که دشمن محسوب میشه.
ولی در این حال در مطبوعات اسرائیلی به این اشاره شده که آقای گونن سگف چندین سال بوده که از عضو دولت نبوده، ایشون در نیجریه زندگی میکرده و اطلاعاتی که داشته ایشون در دست ایشون بوده به روز نبوده و پس بنابراین نمیتونسته به اون صورت، به اون صدمه‌ای که زده خیلی زیاد نبوده. نیتش اینجا مشکل بوده که میخواسته با حکومت جمهوری اسلامی کمک همکاری بکنه که همکاری کرده و اینکه میخواسته مقامات اسبق نظامی اسرائیل رو هم یک جوری در تماس بذاره با سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی که در این روند که وقتی میخواسته اونها رو تشویق بکنه که تماس بگیرن با چنین افرادی در نیجریه، اون وقت اسرائیل، این سرویس اطلاعاتی اسرائیل شک کرده و به دنبال ایشون افتاده. افکار عمومی چطور فکر میکنن؟ آیا 11 سال زندان رو کافی میدونن برای آقای سگف با توجه به اینکه قبلا گفته شده بود خب کارهایی که ایشون کرده خیلی جدیه؟ تا یه حدی بله. ببینید، نظرسنجی نشده که من دیدگاهم بر اساس نظرسنجی باشه. من میتونم دیدگاه خودم رو بهتون بگم. به خاطر اینکه ایشون اطلاعاتش به روز نبوده و صدمه‌ای که به اون صورت صدمه و صدمه‌ای که زده به اسرائیل اینقدر جدی نبوده، میشه گفتش که بله 11 سال به نظر من برای خیلی قابل قبول هستش. ولی اگر ایشون اطلاعات به روز رو میرفتن و به حکومت جمهوری اسلامی میدادن، به نظر من معلوم اسرائیل تقاضاش این خواهد بود که اینطور میتونست باشه که ایشون سال خیلی تا 7 سال بعدش یا 25 سال در زندان باشه. مقام های اسرائیل آیا واکنشی نشون دادن یا انتظار میره واکنشی نشون بدن؟ در اسرائیل سعی نمی کنن که از این مسائل استفاده سیاسی بکنن، چون مسائل امنیتی بسیار مهم هستش. ولی خب برای اسرائیلیا واقعا شگفت انگیز هستش که چجوری یک رئیس، یک وزیر اسبق کشور حاضر شده که نه فقط با جمهوری اسلامی همکاری بکنه و پول بگیره از اونها، بلکه دوبار به ایران سفر بکنه. و این واقعا نشون میده که ما چقدر شانس بودیم که ایشون وقتی در ایران بود ایشون دستگیر نشد، چون میتونست واقعا دردسرآمیز باشه برای مردم اسرائیل. ولی این واقعا نشون میده تا چه حد آقای گونن سگف طمع داشته که حاضر شده دوبار به ایران سفر بکنه و با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همکاری بکنه. اشاره کردید که مدارکی که به ایران داده آقای سگف به روز نبوده، یا مشخص هست که چه مدارکی داده؟ تا اونجا که ما میدونیم بر اساس گزارش هایی که تا الان در مطبوعات اسرائیل بوده، مدارک در مورد سایت های انرژی اسرائیل و راجبه کسانی که در سیستم امنیتی اسرائیل هستن، اشخاص مهم در سیستم امنیتی اسرائیل، از این دو گونه اطلاعاتیشون فراهم کرد. ممنونم ازتون. مئیر جاودانفر از تل آویو. اتحادیه اروپا، اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و دو ایرانی را به فهرست تروریستی این اتحادیه اضافه کرده. شورای اروپا گفته به دلیل حملات خونسا شده در خاک اروپا این تصمیم گرفته شده. به این ترتیب دارایی های این اداره و این دو فرد مسدود می شوند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران گفته آمریکایی ها در محاسباتشان همچنان ضعیف هستند. او گفته 10 روز قبل از آغاز انقلاب در سال 56 آنها ایران را جزیره ثبات خوانده بودند. آقای خامنه ای گفته پارسال هم جان بولتون در گردهمایی گروه مجاهدین خلق گفت سال 2019 را در تهران جشن میگیرند، که آن هم باز نشان داد محاسباتشان اشتباه است. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران گفته وزارت اطلاعات حق دارد از اسماعیل بخشی شکایت کند. آقای واعظی گفته بر اساس بررسی‌های وزارت اطلاعات ادعای آقای بخشی درباره شکنجه شدن در زندان درست نبوده. اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است. او چند روز پیش گفته بود در دوران بازداشت به دست ماموران وزارت اطلاعات آنقدر شکنجه شده بود که تا 3 روز نمی‌توانست حرکت کند. یک منبع در گروه طالبان به بی بی سی گفته دور بعدی گفتگوهای این گروه با نمایندگان آمریکا 1 هفته عقب افتاده. پیش از این گفته شده بود که این نشست امروز و فردا در قطر برگزار می شود. در همین حال زیمر خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان دور دیگری از سفرهای منطقه‌ایش را آغاز کرده. علی حسینی از کابل گزارش می دهد.
صدای جنگ افغانستان هنوز بلندتر از گفتگوهای صلح است. این گروه که سالها دولت را به چالش کشیده، قرار بود امروز و فردا برای چهارمین بار رو در روی نماینده آمریکا بنشیند، دوست دشمنش. طالبان گفته بر سر موضوعات این نشست با طرف آمریکایی به توافق نرسیده. زلمه خلیلزاد طرف آمریکایی اما شب گذشته سفر منطقه‌ایش را دوباره از سر گرفت. برای دست کم چهارمین بار. او قرار است به پاکستان، هند، چین و افغانستان سفر کند. نماینده ویژه آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان در تلاش است که طالبان را راضی کند تا پای میز مذاکرات مستقیم با نمایندگان دولت افغانستان بنشیند. در افغانستان اما دولت چندان از نشست‌های طالبان با نمایندگان کشورهای دخیل در مسئله جنگ و صلح افغانستان راضی به نظر نمی‌رسد. هیچ تغییر تا به امروز الا ای که در روی میز مذاکره دیده شود در موقف طالبان آمده، هیچ تغییر نامده و او کشوری هم که از او حمایت میکنه متاسفانه تا به حال تغییر را ما شاهد نبود. چشمنداز آشتی بین شورشیان طالب و دولت افغانستان در حال حاضر مبهم و دور به نظر میرسد. مزه این آشتی را مردم حدود 7 ماه پیش چشیدند، اما کوتاه، فقط 3 روز عید. علی حسینی، بی بی سی، کابل. در خبر دیگری از افغانستان، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید دولت 14 بار قانون اساسی را نقض کرده. این کمیسیون میگوید تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و صدور برخی از فرمانهای رئیس جمهوری از موارد نقض قانون اساسی بوده. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت پذیرفته به دلیل عادی نبودن اوضاع افغانستان قانون اساسی در مواردی نقض شده. حمید فرزایی عضو اتحادیه حقوقدانان افغانستان از کابل با ماست. آقای فرزایی، این موارد نقض قانون اساسی که بهش اشاره شده چقدر جدی هستن؟ تشکر، سلام بر شما و بیننده محترم. موارد نقض قانون اساسی افغانستان او موارد نیست که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگن. امروز اتحادیه حقوقدانان افغانستان یک اعلامیه مطبوعاتی یا کنفرانس مطبوعاتی داشتند. در این کنفرانس مطبوعاتی موارد نقض قانون اساسی افغانستان فراتر از شمار خواندند. اتحادیه حقوقدانان افغانستان به این عقیده است که قانون اساسی افغانستان با آمدن حکومت وحدت ملی واقعا مدفون گردیده، یعنی تحت پا گذاشته شده و هیچ نوع اعتنایی به قانون اساسی افغانستان صورت نگرفته. مواردی را که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان ذکر کردن از جمله موارد بسیار اندکی هستند. شما ببینین حکومت فراقانونی وحدت ملی در چوکات قانون اساسی افغانستان مطابق ماده 61 تأسیس نشده. به اساس ماده 61 اعلان نتایج حکومت فراقانونی صورت نگرفته. ریاست به نام ریاست اجرایی خارج از چوکات قانون اساسی افغانستان به وجود آمده. انتخابات شورای ملی یا به صورت خاص بگوییم ولسی جرگه در زمان معینش برگزار نشد، 3 سال به تأخیر برگزار شد. به اساس امو توافقنامه‌ای که در پای از او رهبرای حکومت وحدت ملی امضا کرده بودند، نتونستند در 2 سال آغازین حکومت وحدت ملی امو تعهدات خود عملی کنند و لوی جرگه قانون اساسی را تشکیل بدن و لوی جرگه باید تصمیم بگیره. بنان ما گفته میتونیم که عملا قانون اساسی افغانستان با اعلان تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 آخرین میخ بر تابوت قانون اساسی افغانستان زده شد و دیگر قانون اساسی افغانستان از طرف حکومت مردای افغانستان هیچ نوع قابل تطبیق نبوده، چون قانون یک روح داره و یک متن. هرگاه روح قانون در عمل تطبیق نشه متن قانون هیچ ارزشی نداره و هیچ فقط یک کاغذ پاره بیش نیست. حالا این گزارشی که منتشر کرده کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، انتظار میره که اقدام بعدی چی باشه؟ آیا این کمیسیون خودش میتونه اقدامی در این مورد انجام بده؟
متاسفانه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی امو استقلالیت عملی خود نداشته و این استقلالیت تنها در نظر باقی مانده. در غیر از او هر آن مواردی که از طرف حکومت مردا نقض شده باشه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی میتونست در زمان معینش پیرامون از او نظر خود بده و اعتراض خود بلند کنه، ولی متاسفانه کمیسیون هم در چوکات امی حکومت یا در چوکات عملکرد امی حکومت به خاموشی رفته بود و این بر اولین بار است که ما از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی میشنویم که این موارد نقض شده، در حالی که موارد نقض قانون اساسی افغانستان خیلی زیاد است. اینا به استقلالیت کمیسیون ها احترام نداشتند، اینا به استقلالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر احترام نداشتند، اینا به استقلالیت قوه قضاییه احترام نداشتند، به استقلالیت قوه مقننه احترام نداشتند و حتی بر استقلالیت مطبوعات یا بر آزاد بودن مطبوعات احترام نداشتند. همه هر نوع انتقاد و هر نوع پیشنهادی را که از طرف جامعه مدنی برای حکومت مردا صورت گرفته او را در نظر نگرفتن. بنان ما فکر میکنم بیشتر از این که ما بگوییم مواردی را در قانون اساسی افغانستان اینا نقض کردن، میتونیم گفته که هیچ مواردی را در قانون نماندن که نقض نکرده باشن. ممنونم ازتون. حمید فرزهی، عضو اتحادیه حقوقدانان افغانستان. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. وزیر انرژی سابق اسرائیل اتهام جاسوسی برای ایران را پذیرفت. یک منبع در گروه طالبان به بی بی سی گفته دور بعدی گفتگوهای این گروه با نمایندگان آمریکا یک هفته عقب افتاده. در ادامه برنامه. آب در آشیانه پناهجویان سوری. سازمان ملل میگوید 50,000 نفر در اردوگاه‌ها گرفتار طوفان و سیلند. تلویزیون دولتی ایران فیلمی از نازنین زاغری ردکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی منتشر کرده. این فیلم لحظه ای را نشان می‌دهد که ماموران در فرودگاه تهران خانم زاغری را بازداشت می‌کنند. در این برنامه خانم زاغری به جنگ نرم با ایران متهم شده. او حدود 2.5 سال پیش دستگیر شد و به 5 سال حبس محکوم شد. اعضای خانواده نازنین زاغری می‌گویند او بی‌گناه است و قربانی اختلافات سیاسی بین ایران و بریتانیا شده. ژیار گل گزارش می‌دهد. فرودگاه بین المللی تهران فروردین 1395، نازنین زاغری ردکلف به همراه دختر خردسالش که برای دیدار از خانوادهش به تهران رفته بود در حال بازگشت به بریتانیا است. دوربین نیروهای امنیتی ایران مخفیانه خروج او را ضبط کردند. خانم زاغری به زده با خبر می شود که او حق خروج از ایران را ندارد. مامورین اصلی عملیات جنگ نر به نام نازنین. این تصاویر را دیشب تلویزیون دولتی ایران منتشر کرد و او را متهم به جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران کرده است. نازنین زاغری ردکلف فروردین سال 1395 هنگام بازگشت از ایران در تهران دستگیر شد. 9 ماه بعد محکوم به 5 سال زندان شد. در اوائل شهریور امسال برای اولین بار به او 3 روز مرخصی داده شد تا با خانواده‌اش در ایران دیدار کند. خانم زاغری و نرگس محمدی زندانی سیاسی در نامه مشترک اعلام کردند از 24 دی ماه امسال در اعتراض به وضعیت درمانی خود در زندان اعتصاب قضا می کنند. حس می کنه که در آستانه حمله عصبیه. هیچ چاره ای نداره و تحملش سخت شده. او حس میکنه که زندگیش داره در زندان تلف میشه و در آستانه 40 سالگی دیگه نمیتونه بچه دیگه ای داشته باشه. چیزی غیر از اعتراض از دستش بر نمیاد. تلاش های دیپلماتیک برای آزادی نازنین زاغری به نتیجه نرسیده. 2 ماه پیش وزیر خارجه بریتانیا که به ایران سفر کرده بود بار دیگر خواهان آزادی او شد. Incredibly shameful for Iran. شرم‌آوره که ایران بر خلاف وعده‌هاش عمل می‌کنه. هنگام دیدار من از ایران در ماه نوامبر اونا وعده دادن که به نازنین اجازه دسترسی کامل به امکانات درمانی بدن. او قده‌ای در سینه‌اش داره و مثل هر زن دیگری نگران سلامتیشه.
نازنین زاغری ردکلیف به اتهام‌های عضویت در سازمان‌هایی که برای براندازی نظام تلاش می‌کنند شده. هنگامی که زاغری قصد خروج از کشور را داشت، بازداشت شد. او همچنین متهم شده که از مؤسسه‌های رویترز و بی بی سی پول دریافت کرده و در تظاهراتی در مقابل سفارت ایران در لندن شرکت داشته. این تصاویر تلویزیون ایران برای اولین بار لحظه انتقال خانم زاغری از فرودگاه تهران به زندان را نشان می‌دهد. از آن شب بیش از 1000 روز می‌گذرد. ژیورگل، بی بی سی. به گزارش وبسایت خبری هرانا، علی قمصری نوازنده تار و آهنگساز ایرانی ممنوع الفعالیت شده. آقای قمصری گفته دلیل این ممنوعیت تکخوانی یک خواننده زن در کنسرتی بوده که دیشب در تالار وحدت اجرا شد. دیشب در حین خوانندگی حاله سیفی‌زاده در کنسرتی به رهبری آقای قمصری سیستم صوتی تالار قطع شد. با این حال اجرا کنندگان کنسرت را ادامه دادند. دولت استرالیا گفته کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل از آنها خواسته اقامت یک تبعه عربستان سعودی را بررسی کنند. رهف محمد قانون از ترس خانواده خود می‌خواست به استرالیا برود که مقام‌های مهاجرت در فرودگاه بانکوک از ادامه سفر او جلوگیری کردند. او خود را در اتاقی در هتل فرودگاه بانکوک حبس کرد تا اینکه سازمان ملل از او حمایت کرد. این روزها سیل و طوفان به جان اردوگاه‌های پناهجویان سوری در بخش‌های مختلف خاورمیانه افتاده، بیشتر از همه در لبنان و سوریه. اداره مهاجرت سازمان ملل می‌گوید حدود 50,000 نفر در معرض آسیب‌های این طوفان هستند. گزارشی ببینید از الیزا فیلیپیدس. آب در چادر پناهجویان در شهر ادلب سوریه، کسانی که به خاطر جنگ خانه و زندگیشان را رها کردند. بارش سنگین چادرها را از جا کنده، از بعضی از آنها اثری دیده نمی شود. این خیمه را ببینید، همه چیزایی که داخلش بود نابود شده. غذا، لباس، پتو، همه را آب برده. مردم به دنبال چیزی هستند که شاید از سیل جا مانده باشد. در سرمای زمستان خشک کردن چادرها کار آسانی نیست. این کودکان در اردوگاهی در لبنان تلاش می‌کنند خیس نشوند، اما با این همه آب خیس نشدن غیر ممکن است. زندگی اینها حالا بسته به کمک اداره مهاجرت سازمان ملل است. ابتدایی ترین مایحتاج زندگی. امروز همه تلاشمون رو کردیم که نیازهای اولیه این پناهجوها رو تامین کنیم، مثل لحاف دوشک تا حداقل شبها جای گرمی بخوابن. در سراسر لبنان دست کم 66 اردوگاه گرفتار سیل سنگین شدند. 15 اردوگاه دیگر کاملا از بین رفته. اداره مهاجرت سازمان ملل میگوید تا حالا حدود 300 پناهجو به محلی جدید منتقل شدند. الیزا فیلیپیدس، بی بی سی نیوز. در یک سال گذشته خیلی از کاربران پرطرفدار شبکه‌های اجتماعی در حساب‌هایشان درباره تجربه اضطراب، افسردگی و شکست حرف زدند. آیا اضطراب آنلاین دارد به یک بحران بدل می‌شود؟ استفنی هگرتی برای پیدا کردن پاسخ این سوال سراغ چند نفر از این کاربران رفت. میلیاردها نفر از ما زندگیمون روی شبکه‌های اجتماعی به نمایش می‌ذاریم. دراماتیک ترین تغییر در ارتباط بین انسان‌ها در طول تاریخ. ولی هنوز از تأثیر این تغییر روی ذهنمون بیخبریم. تعدادی موش آزمایشگاهی میتونن کمکمون کنن که تأثیرش رو روی سلامت روانیمون ببینیم. دنیای عجیب و غریب شبکه‌های اجتماعی. اتفاقات تیره و تاری در اینترنت میفته. این جوانها در رویای تأثیرگذار بودن زندگی میکنن، اما چرا اینقدر حالشون بده؟ در آپارتمانی در شهر مکزیکو نینا برای فالوورهاش پست میذاره. بیش از 3 میلیون فالوور در چند پلتفرم مختلف.
ولی اوایل امسال فشار تهیه برنامه برای فالوورهاش داشت اون رو از پا در می آورد. همیشه استراب داشتم. نمیخواستم بیدارشم. نمیخواستم از رخت خواب بیام بیرون. همزمان احساس میکردم که باید ادامه بدم. اما نمیتونستم. به جای رسیدم که گفتم دیگه نمیخوام زنده بمونم. بعد به خودم گفتم که دیگه واقعا نیاز به کمک دارم. What's good everybody? My name is Bobby Burns. سلام، من بابی برنز هستم. 11 سال کانال یوتیوب دارم و در کالیفرنیا زندگی میکنم. من یک قربانی آزار و اذیت آنلاین هستم. فکر کنم 900 تا 1000 ویدیو روی یوتیوب گذاشتم. در واقع سالهای ساله که در یوتیوب زندگی میکنم. بابی پارسال به لس آنجلس رفت برای کار مشترک با ستاره یوتیوب شین دورسن. اما با شروع اون پروژه هزاران پیام و کامنت آزاردهنده گرفت. نگران تاثیر بعد اینها روی خودت نیستی؟ میدونم که برام خوب نیست. فکر نکنم بتونم باهاش کنار بیام. ولی بازم ادامه میدی. همه میدونن که این چیز خوبی نیست. Social anxiety. اولیویا ریمز 5 سال گذشته رو در دانشگاه کمبریج درباره استراب تحقیق کرده. در شبکه‌های اجتماعی خیلی زود دوستان زیادی پیدا می‌کنید، اما این دوستی عمیق نیست، کمکی به اعتماد به نفس و خودباوری نمی‌کنه. همینه که بعدش استراب و افسردگی می‌گیریم. بعد از 10-15 سال خیلی هیجان انگیزه که ببینی چه اتفاقهایی افتاده برای تو و همه اونهایی که این کار رو میکنن. ما در این بازی ذهنی همچنان موشهای آزمایشگاهی هستیم، بازی که هنوز همون رو نفهمیدیم. جدیداً یک کارزار اینترنتی به راه افتاده برای تشویق زنان به حفظ موهای بدنشان. نام این کمپین رو که در ماه ژانویه انجام میشه ژان و هری گذاشتن که ترکیبی از ماه ژانویه و کلمه مو در زبان انگلیسی. در این کارزار از زنان خواسته میشه که موهای طبیعی بدنشون رو بپذیرن و بدنشون رو همونطور که هست دوست داشته باشن. شما درباره این حرکت چه فکر میکنید؟ آیا اصلاح موی بدن به خصوص برای زنان رو یک انتخاب شخصی میدونید یا نتیجه اجبار؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از طریق یکی از این راه‌ها که الان روی صفحه تلویزیون میبینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید. آدرس ما هست @bbc شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران و 8:30 به وقت افغانستان. به پایان این بخش خبر میرسیم. ممنون که با بی بی سی فارسی هستید.